CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا راهنمای عمل تشخیص و درمان ضربه های خفیف یا تکان های مغزی را تجدید و روزآمد کرد. متخصصان مغز و اعصاب در مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها میگویند ضربه مغزی خفیف سالیانه حدود 3 میلیون نفر را راهی مراکز اورژانس و بیمارستان ها میکند، اما به دلیل آنکه علائم واضحی در تست های تشخیصی ندارد غالبا مورد غفلت قرار می گیرد. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیوس با جزئیات بیشتر درباره علائم ضربه مغزی خفیف و نکات مهم راهنمای عمل جدید CDC برای اون توضیح بده. علائم ضربه مغزی خفیف اینه که به طور معمول به دنبال اصابت سر به یه جسم سخت آغاز میشه. بله. علائمی که داره و در واقع مغز در حفره جمجمه، در همون استخوان‌های جمجمه که احاطش کردن و پرده سخت شامه که روش رو پوشونده، تکون میخوره و این تکون باعث میشه که سلول‌ها ملتهب بشن و یه قدری آب بیشتر جذب کنن. به همین خاطر یک سری نشانه‌های بالینی در پیش ایجاد میشه که این نشانه‌ها معمولاً سردرد شدیده. بله. و ممکنه فرد به دنبال این ضربه فراموشی پیدا کنه، هوشیاریش از دست بده، به صورت موقت و کوتاه مدت استفراغ و تهوع داشته باشه و خیلی کم ممکنه فرم حرف زدن و جواب دادنش تغییر کنه. البته اگر بچه زیر 6 سال براش این اتفاق بیفته، نشانه هاش یه قدری متفاوته که اون نشانه ها معمولا به صورت گریه کردن و بیقراری زیاده و غذا نخوردن یا نخوابیدن. متاسفانه این ضربه در حدی که هست هیچ نشانه نشانه غیر در واقع نشانه رادیولوژی ایجاد نمیکنه و هیچ تست تشخیصی خونی هم وجود نداره که بیاد در اون لحظه ثابت کنه که این اتفاق افتاده. برای همین تشخیصش از لحاظ پزشکی فقط متکی به علائم بالینی. راهنمای جدید CDC به پزشکان در واقع میگه که فقط روی معاینه دقت کنین و نشانه هایی که داره و تا 2 تا 3 روز حتما به بچه یا بزرگ نوجوانی که دچار این قضیه یا حتی بزرگسال استراحت بدین و به خانواده بسپرین که علائمش رو مراقبت کنن در طی این 2-3 روز و بعد از 2 هفته هم حتما بیارنش معاینه. حالا خیلی کوتاه بگو چرا اینقدر شایع و چطوری میشه پیشگیری کرد؟ در واقع ببین، چون که خیلی از ورزش‌ها و فعالیت‌هایی که آدم‌ها میکنن باید کلاه ایمنی داشته باشه که ندارن، مثلا فوتبالی که انجام میدن یا دوچرخه سواری و اسکیت، پس ضربه به سر خیلی زیاد میخوره. یکی از بهترین راه‌های پیشگیریش هم استفاده از در واقع پیروی از دستورالعمل‌های ایمنی مثل کلاه و کمربند.